بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله یگان معبود برحق. عرض درود و سلام دارم خدمت یکایک که شما بزرگواران. سلام و رحمت و برکات الله متعال بر شما. در خدمت استاد گرامی جناب شیخ هیثم سرحان، مدرس علوم اسلامی در مسجد النبی شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و در این درس خواهیم پرداخت به این موضوع که سحر و جادو وارد خانه های ما شده، سحر و جادو حتی در خانه های مسلمان ها. اجازه بدید بیش از این بین شما و استاد گرامی فاصله نیندازم و سخنان و توضیحات ایشون رو به اتفاق بشنویم. در خدمت شما هستیم استاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد نتكلم عن موضوع خطير جدا، وهو من اكبر البوابات لدعوة الناس إلى الشرك بالله عليه الصلاة والسلام. أكبر بوابة أو أكبر قناة لدعوة الناس للشرك بالله عن طريق السحر والسحرة. أستاذ مفرمان بعد از یاد و نام الله متعال و آغاز سخنشون با بسم الله گفتن که میخوایم در این درس و در این بخش به یک موضوع بسیار مهم که گذرگاه شرک و بلکه ورودی شرک به خانه های ما مسلمان هاست، یا به عبارت دیگر یکی از ابتلاعاتی است که در زمینه عقیده وجود داره و متاسفانه یک دروازه شده برای ابتلای به شرک و اون مسئله سحر و جادو است. نعم، اولا ما حکم السحر؟ قبل از هر چیزی به این نکته میپردازیم که حکم سحر و جادو چیه؟ السحر کفر اکبر. و پاسخ به این سوال این که حکم سحر فاسقش این هست که سحر کفر اکبر هست. فالساحر نسأل الله عفو السلامه یکفر کفر اکبر مخرج من المله. و بر این اساس که سحر کفر اکبر هست، ساحر و جادوگر هم کافر هست، کافری که از دایره اسلام خارج هست و هیچ بهره ای از اسلام نداره. کیف نعرف الساحر؟ ساحر رو چطور میتونیم بشناسیم و چه مشخصاتی داره؟ اذا اختل شرط من شروط الرقیه التي ذکرناها. قبلا در یکی از درس‌های مطلب گذشت سه شرط برای شرعی بودن رقیه و دعا ذکر کردیم. در صورتی که هر یک از این شروط سگانه مختل باشه و شخص به این شروط ملتزم و پایبند نباشه، به این معناست که او صفت و ویژگی سحر و جادو رو داره. یعنی استعمل اسماء و صفات ليست من اسماء الله وهي في الحقيقه اسماء للشياطين، يعني ينادي الشياطين. یکی از شروط شرعی بودن و صحت رقیه این بود که از اسماء الهی باشه، و اگر شخصی در رقیه و دعا نامهایی رو بیاره و صفاتی رو ذکر کنه که جزو نامها و صفات الهی نیست، در حقیقت نامها و صفات شیطان رو برشمرده و جزو نامهای الهی نیست و این خللی در یکی از اون شروط سگانه محسوب میشه. یتمتم و یقرأ قراءه غیر مفهومه، یا اینکه چیزی میخونه، زمزمه میکنه، همهمه میکنه و کلماتی میگه که اصلا اون کلمات مفهوم نیست. یجعلک تعتقد فیه ان بیده جلب المنافع و دفع المضار و یقول الدواء عندی. و بدین ترتیب طوری در واقع نقش بازی میکنه که انگار شفا به دست او هست و کلمات نامفهومی میگه که اون مشکلات رو حل میکنه و اینطور وانمود میکنه و اینطور نشون میده. نعم، العقد مع النفس، یا اینکه چیزی رو گره میزنه و درش میدمه، گره زدن نخ یا هر چیزی و بعد درش میدمه، این از مصادیق و مشخصات و نشانه های سحر هست و کسی که این کار میکنه جادوگر. کتابت حروف مقطع الف سین کاف ها عین تا هکذا، یا تعویز نویس هایی که تعویز می نویسن و یک سری حروف غیر مفهوم و بریده می نویسن، حروف الف با رو می نویسن، جدول هایی می کشند و کلمات و حروفی که بی ربط در کنار هم قرار می دند. احیانا جعلها فی جداول هکذا الحروف و احیانا یکتب آیات من القرآن و بعدها یکتب هذه الحروف، یا به این شکل که جدولی میکشند و درش این کلمات و حروف بریده رو قرار میدن، یا چه بسا حتی آیات قرآن رو هم در قالب همچین جدولهایی و در ضمن همچین کلمات و حروف بی ربطی میگنجونن. نعم، فینظر بعض الناس یقول هذا کتب قرآن لکن هو فی الحقیقه یکتب آیه ثم یضع هذا الحرف لان هذا الحرف
فيه كفر بما تقدم من القرآن صلى الله عليه وسلم. وبين ترتيب برخي از مردم فريب ميخونن ميگن كه فلاني كه تعويذ نوشته خب آيات قرآن رو نوشته در صورتي كه اون شخص در بين آيات قرآن حرفي رو گنجونده جدولي رو گنجونده و در حقيقت از اين طريق راه كفر به آيات الهي رو در پيش گرفته. ادعاء علم الغيب. ادعاي علم الغيب كرده. ادعاء معرفة الأشياء المسروقة أين هي؟ ادعا ميكنه كه ميدونه كه در واقع اشیای مسروقه و آنچه رو که دزدیدن کجا هست و چطوری دزدیده شده یا کجا هست. ادعا معرفت ما فی الضمیر. یا ادعا میکنه که از باطن افراد خبر داره. یسأل عن اسم الام. سوال میکنه که اسم مادر چی هست. احیانا یطلب مال و احیانا یطلب من المریض اشیاء یعجز المریض عنها. در پاری از موارد درخواست پول میکنه از بیماری که رفته نزدش و ازش درخواست تعویض و دعا کرده یا چه بسا گاهی از مریض چیزهایی درخواست میکنه که در توان اون مریض و بیمار نیست. یعنی اقول المریض مثلا حالتك هذه خطيره جدا و تحتاج الى یک حالت خیلی نابسامان و ناجوری هست و نوع مطالبه ای که این تعویض نویس و این دعای دعا نویس فریبکار داره که چیزهای عجیب و غریبی میخواد از اون شخصی که وضعیت بسیار نابسامانی داره. تحتاج الى قرض یتیم مثلا. میگه که به عنوان مثال باید یک میمون پیش من بیاری. او فأر اعمى. یا یک دقت بفرمایید مطالبه میکنه از اون که به دعا نویس مراجعه کرده. میگه یک به عنوان مثال موش کور یا گربه کور باید پیش من بیاری. الغرض بهذا التوصل الى اخذ المال. يقول عندي من ياتي بهذا القرد الاعمى والفار اليتيم ولكن ياخذ كذا وكذا من الاموال. و بدین ترتیب شخص رو میفریبه، میگه تو با تهیه این چیزها این موقعیت رو فراهم میکنی که در واقع به دنبال همین هدف هم است که از این طریق به پول و مال و منالی برسه و شخص رو در وضعیتی قرار میده که یا خودش حاضر بشه پولی بده و یا به پذیرش همچین کارهایی روی بیاره. قراءت الکف. یا اینکه ادعا میکنه که کفخانی میکنه. قراءت الفنجان. یا اینکه در واقع مثل فال قهوه و خوندن در واقع اون چی که در فنجان هست که مرسوم هست و جزو مواردی هست که خیلی از شما بزرگواران باهاش آشنا هستید. الصرف والعطف هذا يكون بين المرء وزوجه او مع الرجل واي مراه، اما ان يجعل الرجل يكون مع مراه او يفترق. و این اما الجمع والتفريق. نعم. اینکه بین یک زن و مردی رو کاری میکنه با دعایی و تعویزی که بین اونها با هم جمع بکنه، به این معنا که مثلا مرد شیفته و دلبسته اون خانم بشه یا اون خانم شیفته و دلبسته اون مرد بشه یا بین زن و مرد جدایی میاندازه. اینها جزء مصادیق سر هست. استعمل احیانا الفصاحه والبلاغه في قلب الحقائق، اجعل المحرم حلال والحلال حرام. و چه بسا با سخنوری که داره، با فصاحت و بلاغتی که در سخن گفتن و کلام داره، حق رو مغلوب و دگرگون میکنه و باطل نشون میده و یک باطلی رو جا میندازه و نهادینه میکنه یا حلالی رو حرام میکنه و حرامی رو حلال. یأمر المریض باشیاء مخالفه للشریعه. و از مریض مسائل و مواردی رو درخواست و مطالبه میکنه که بر خلاف موازین و دستورات شرعی هست. یأمر المریض بترک الصلاه. مثلا از مریض میخواد، اون که درخواست تعویض کرده، میخواد که برای مدتی، ولو برای مدتی، نماز رو ترک بکنه. او یصلی بغیر وضوء. یا معاذ الله، پناه بر الله، بدون وضوء نماز بخونه. او یذبح بلا تسمیه. یا حیوانی رو سر ببره و قربانی بکنه بدون اینکه اسم الله رو بر در هنگام قربانی کردن و ذبح کردن بگیره. یکتب هذه التعویذات و یضع هذه التمائم. و بدین ترتیب چه بسا تعویض رو می نویسه، در یک پوشش خاصی هم قرار میده و آویزان میکنه. نعم. الامر الثالث. و سومین موضوع، ما حکم الذهاب لهؤلاء ای السحره. این مسئله هست، دقت بفرمایید، حکم رفتن نزد جادوگران چیست؟ اذا ذهب لهؤلاء لا تقبل له صلاه 40 يوم. اگر نزد جادوگری بره، کسی که نزد جادوگری میره، نماز 40 شبانه روزش پذیرفته و قبول
نمیشه. و اذا صدق هؤلاء کفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. این در حالی هست که هنوز تصدیق نکرده. اگر نزد جادوگری رفت و تصدیقش کرد به آنچه که رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم آوردند کفر ورزیده. کیف یکون الذهاب والاتیان الى السحر والمشعوذین. مصادیق و معنای رفتن نزد جادوگران و کسانی که از همون نوع هستند که به نحوی چشمندی میکنند و فریب میدند مصادیقش چیه و چگونه است؟ یذهب بنفسه، اینکه خودش شخصا بره. یرسل انسان، یا اینکه شخصی رو به نمایندگی از خودش بفرسته. یتصل عبر الهاتف، یا اینکه از طریق تلفن تماس بگیره و در این رابطه پرسجو بکنه. یرسل رسال عبر الجوال عبر وسائل الاتصال، یا اینکه پیام در واقع پیامک بزنه بهش از طریق تلفن و این هم از نوع مراجعه به جادوگران هست. یطالع القنوات التلفزيونيه، یا کانال‌های تلویزیونی رو که متأسفانه در این رابطه و با همین هدف و با همین فریبکاری‌ها گشوده شده اونها رو پیگیری بکنه. اول مواقع علی الانترنت، و حتی سایت هایی که در این زمین در زمینه کفخانی و فالگیری و امثال اینها در اینترنت وجود داره. او یطالع الصحف والمجلات التي فيها الابراج، یا مجلات و در واقع فصلنامه ها و ماهنامه هایی رو میخونه که درش یک سری صفحاتی هست که دقیقا در رابطه با برج های فلکی و زمان تولد فرد و امثال این هاست که همه اینها از مصادیق و نمونه های مراجعه به جادوگر هست. شراء المجله هذه التي فيها الابراج و فيها الكهانه و فيها السحر، شراء المجله محرم. خریداری این چنین مجله هایی، دقت بفرمایید، خریداری مجله ها، ماهنامه ها و فصلنامه هایی که صفحه یا صفحاتی از اون به در واقع فالگیری و وضعیت همون چیزی که در فارسی بهش طالع‌بینی گفته میشه اختصاص داده شده، اینها خریداری این چنین مجلاتی محرم، یعنی حرام هست. اذا نظر في الابراج وقرأ لا تقبل له صلاه 40 يوم. اگر دقت بفرمایید نگاهش به این چنین مطالبی بیفته بدون اینکه تصدیق بکنه، قضیه خیلی حساس است عزیزان من، این چنین مجلاتی رو که درش طالبینی هست خریداری بکنه که حرام هست، اون صفحات رو باز بکنه و چشمش بهش بیفته، حتی بدون تصدیقش نماز 40 شبانه روزش پذیرفته نمیشه. و اذا صدق كفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، و اگر این طالع بینی ها رو تصدیق بکنه به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آورده اند کفر ورزیده. قد لا يصدق وقت القراءه، چه بسا وقتی که میخونه این چنین طالع بینی هایی رو تصدیقش نمیکنه. لكن يحدث له شيء من هذا الذي قرأ بعد يومين او ثلاثه يصدق ويكون بهذا الكفر، و چه بسا اون چی رو که در این قالب این طالع بینی ها خونده یک روز دو روز بعد اتفاق میفته، اونجاست که تصدیق میکنیم که بله همون طوری که در فلان طالبینی اومده بود همین طور اتفاق افتاد، و لذا اینچنین تصدیق میکنه و به این ترتیب به آنچه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده اند کافر میشه. نعم، کیف یکون علاج السحر، چطور میتونیم سحر رو درمان بکنیم؟ علاج السحر یکون من طریقین، علاج و درمان سحر و جادو از دو طریق هست. علاج مشروع، علاجی که مشروع و شرعی است، و علاج ممنوع، و علاجی که ممنوع و غیر مشروع هست. المشروع، علاج شرعی سحر و جادو از این قرار هست. یکون بالرقیه الشرعیه، یک از طریق رقیه شرعی با اون ضوابط و شرایطی که قبلا ذکر شد. و بالادویه المباحه که شرب العسل مثلا او الحجامه، یا با دعاهای یا با دواهای مشروع و شرعی مثل استفاده از عسل یا داروهای مشروع دیگر و آنچه که در این رابطه وارد شده مثل عسل که ذکر کردن، او بالدعاء، یا با دعا کردن. هذا العلاج المشروع في حل السحر، اینطور که انسان دعا میکنه که الله تعالی او رو از این در واقع سحر و جادو نجات بده که این موارد ذکر شد، و بدین ترتیب این یعنی درمان و علاج مشروع و شرعی سحر. الرقیه الشرعیه، یک از طریق رقیه و دعاهای شرعی. الادویه المباحه،
دواها و داروهای مباح الدعاء و همچنین دعا. القسم الثاني من علاج السحر. دومین قسم و دومین نوع از اقسام علاج و درمان جادو عبارت است از آنچه که ممنوع و غیر مشروع است. و هذا ان يعالج السحر و يحل السحر بسحر، یعنی يذهب الى السحره، این که تلاش بکنه که سحر و جادو رو از طریق سحر و جادوی دیگری درمان بکنه و بدین منظور به جادوگری مراجعه بکنه. و هذا باطل بالكتاب، و این بر اساس آنچه که در کتاب الله اومده باطل هست. و السنه، و همچنین بر اساس راهنمودهای نبوی و سنت نبوی. و اقوال سلف الامه، و بر اساس اقوال سلف این امت و امامان این امت. و فی تقویه للسحره، و این طریق که بخواد سحر رو از طریق سحری دیگری نابود بکنه و باطل بکنه، در واقع این تقویت و کمک کردن به سحر و جادو و رواجش و همچنین کمک کردن به ساحران و جادوگران. و تضعیف لتداب القرآن، هذا معناه ان القرآن ليس فيه شفاء، و معاذ الله، پناه بر الله، به این معنا هست که گویی در قرآن شفا نیست، و این تضعیف تلاش و رویکرد انسان در روی آوردن به قرآن کریم هست، و گویی به زبان حال میگه که قرآن کامل نیست و درش شفا نیست. ثم العلاج بالقرآن یقین ان القرآن شفاء، والعلاج بالسحر هذا امر مظنون، قد يعالج وقد لا يعالج، فكيف نذهب الى الظن ونترك اليقين؟ بدون شک و به یقین که قرآن درش شفا هست، اما در رابطه با سحر و جادو درش ظن و گمان هست که آیا این منجر به بهبود این سحر و جادو بشه و برطرف بشه یا نه. چطور هست که انسان عاقل بیاد اون چی رو که قطعی و یقینیست رها بکنه به سوی چیزی بره که درش شک و تردید هست؟ ثم الذي يصبر ولا يذهب الى السحره يكون له الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. همچنین کسی که دقت بفرمایید مبتلا به سحر شده، به ساحران و جادوگران مراجعه نمی‌کنه، صبر و شکیبایی پیشه می‌کنه، بنا به تصریح و فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چون نخواسته سحر و جادو رو با سحر و جادو از بین ببره، به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در ابتلا هست، برای او بهشت خواهد بود. ثم المريض الان كان لديه سحر واحد، یک انسانی که در برابر او یک سحر هست و به یک سحر مبتلا شده. نعم، فعندما جاء الساحر صنع له سحر جدید، و اگر این شخص برای ابطال سحر به ساحر و جادوگری مراجعه بکنه، چه بسا اون جادوگر چندین و چند سحر و جادوی دیگر براش ایجاد میکنه و مسئله و موضوع پیچیده تر میشه. و به هذا لم يستفد المريض بل زاد في البلاء، نسأل العافية والسلامة، و اینطور هیچ فایده‌ای هم که نبرده، بلکه مشکل بالای مشکل شده و بر مشکلات و پیچیدگی‌های مسئله و مشکل او افزوده میشه. ثم ان هذا الساحر لا يمكن ان يقدم شيء للمريض الا ولا بد ان هذا المريض يتقرب الى الشيطان حتى يصنع له شيء. دقت بفرمایید که در این زمینه ساحر و جادوگر نمیتونه کاری برای مراجعه کننده خودش که مثلا بیمار هست انجام بده، مگر اینکه او رو در ورطه و مسیری قرار میده که مریض و بیمار و مراجعه کننده ناگزیر هست کاری انجام بده که درش تقرب به شیاطین هست، و این شرک به الله متعال محسوب میشه و بسیار خطرناک. نعم، بعض الناس هدان الله اياه ليس فيه شيء لكن يوسوس ان لديه سحر او لديه عين او ما الى ذلك. برخی از مردم الله ما و اینها رو هدایت بده هیچ مشکلی ندارن، هیچ سحری درشون نیست، چشم نخوردن و اینها، اما فقط وسواس دارن و فقط تحلیلشون و نظرشون و وسواسشون این است که ما سحر شدیم یا ما چشم خوردیم. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العافيه، والله اعلم، صلى الله على النبي محمد واله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بدین ترتیب به پایان این درس رسیدیم و از الله متعال می‌خوایم که به همه ما توفیق بده که در پرتو کتاب و سنت و آنچه که فهم و روش گذشتگان نیک این امت بود راه درست رو بیابیم و در این مسیر گام برداریم. ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید، و تشکر ویژه دارم از استاد گرامی جناب شیخ هیثم سرحان که با ما همراه بودند در شرح و توضیح این مجموعه درس‌های بسیار خجسته و مبارک. در حفظ و پناه الله متعال باشید. الله نگهدارتون.